من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه و منهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. شهادت جانگداز سردار رشید اسلام و ایران سپهبد حاج قاسم سلیمانی رو به همه مسلمین، مؤمنین، انقلابیون و احرار جهان تبریک و تسلیت عرض میکنم و امیدوار هستم که ما رهروان خوبی برای این شهدای بزرگوار انقلاب اسلامی باشیم. کارنامه درخشان سردار سلیمانی در مسیر مبارزه با گروه های تکفیری و داعشی ها در منطقه به عنوان سمبل و نماد مبارزه با تروریسم، خشونتگرایی و افراطی‌گری در تاریخ سیاسی معاصر خاورمیانه خواهد درخشید و قطعا اگر جانفشانی ها، ایثارگری ها و دلاوری های این سردار رشید اسلام در جبهه های مختلف مقابله با خشونتگرایی، افراطی‌گری، تکفیری ها و داعشی ها نبود، امروز تفکر داعشی در بخش قابل توجهی از کشورهای خاورمیانه حاکم شده. کسانی که دستشون به این جنایت بزرگ آلوده هست، ترامپ جنایتکار و نظامیان آمریکا مطمئنن تاوان سنگینی رو خواهند پرداخت و همه ما در آینده خواهیم دید که این جنایت بزرگ و خونی که ریخته شده باعث میشه که معادلات سیاسی نظامی منطقه به نفع جبهه مقاومت تغییر پیدا بکنه و خیلی دور نیستش که آمریکایی‌ها، نظامیان آمریکا بساط خودشون رو از منطقه جمع بکنن و برای همیشه این منطقه رو مجبور بشن که ذلت‌بار ترک بکنن. جامعه ورزشی کشور هم از صبح امروز عزادار هست و بزرگان، قهرمانان، پیشکسوتان ورزش کشور با اعلام تسلیت و ابراز انزجار از این جنایت بزرگ همدردی خودشون رو با ملت قهرمان ایران اعلام کردند و ما از این فرصت استفاده میکنیم و اعلام میکنیم که حتما مسیر مقاومت، مقابله با استقبال جهانی و صهیونیسم جنایتکار سیاست و چارچوبه اصلی حرکت ورزشکاران ما در میادین بین‌المللی خواهد بود و انشاءالله قهرمانان این صحنه و مبارزه با استقبال جهانی و صهیونیسم بین‌الملل حتما از بین جوانان و قهرمانان ما کسانی خواهند بود که تعدادشون روز به روز بیشتر خواهد شد، بیشتر خواهند درخشید و به امید خدا ما روزهای بسیار خوبی رو در آینده برای همه ایرانی ها و برای همه مسلمین در منطقه خواهیم دید.